هر کاری اصول و روش خاص خودشو نیاز داره تا شرایط ویژه برای به دست آوردن استفاده از اون وسیله، سیستم یا انجام اون کار نیازمند رعایت اون اصوله. در یابنده‌ها، فلزیاب‌ها، معدنی‌ها و رادارهای زمینی دستی که عدد ویدیال و ترشورد 108 دارن و به دلیل اینکه میتونن طلا رو در عمق بگیرن و توانایی تفکیک بالایی دارن، این کار توسط اپراتور باید انجام شه و این از نشانه ها و سندهای پیشرفته بودن و بروز بودن یک سیستمه. سیستم هایی که با عدد ویدیوی و ترشورد 108 کار میکنن یا ادیت دارن و عدد ویدیوی در تنظیمات ادیت، اپراتور در تشخیص هدف روی نرم افزار باید در زمان تمرین مراحل مختلف رو طی کنه. خیلی از تصاویر میتونن همشکل باشن، میتونن تکراری باشن، یا این تصاویر میتونن اصلا وضعیتی رو داشته باشن که در نوع رفتار واکنشی شبیه هدف اصلی باشن. فیلتر یا آنالیز یا جداسازی و اصولی رو که طراح خود سیستم مادر و نرم افزار پیاده کرده، برای همینه که این مشکلات برطرف شه. وجود اعداد ویدیای در ادیت و ترشولد 108 برای افزایش توانایی در کیفیت برای جداسازی و تشخیص اهداف به خصوص طلا و فلزات در عمق، و این باید حتما توسط اپراتور اصولش رعایت شه تا اون موفقیت کاری به طور کامل به دست بیاد. پس نوع شرایط کار کرده سیستم ها پیشرفته بودنش به اینه که الان در زمان تمرین بتونه یه طلا رو در صد درام بگیره و رعایت شرایط کاری یا نوع تنظیمات یا تغییر تنظیمات رو اپراتور بعد یاد بگیره، بلد باشه، مهارت داشته باشه، و اینکه اصول بسیار زیادی از اطلاعات فنی علمی در بسته‌های آموزشی ارائه میشه برای اینکه اپراتور بتونه از اونها بهره ببره و تجربه و مهارتش رو بنابر اونها کسب بکنه. سیگنال بالا 18، سیگنال پایین 11 و اینترپولیت 5. ویدیوهای 55 و ترشورد 45 تنظیمات اساسی اونه. اینو تنظیمات و اینو تصویرهایی که به این صورت میبینید، اینا تغییرات لایه‌ها یا نوع فلزات یا شرایط خاصشه و این شرایط میتونه یه هدف عمودی در یک منبع در یک محدوده باشه. چون اگه از F6 استفاده کنیم به طور کامل میتونه خودش رو نشون بده که به چه صورت. بعضی از این تصاویری هستن که در طبقات مختلف در سیگنال پایین همشکل میشن، که این میتونه به خاطر سیگنال بالایی باشه که رو عدد 18 ولی ترشولد روی 45، چون ترشولد 20 با ساختار این عدد میخونه و خود ویدیوهایش روی 11 در سیگنال پایین که برابر ویدیوهای عدد 55 در اون منبع اصلی. خب در چنین جاهایی و چنین جریاناتی امکان داره طبقاتی از اهداف هم شکل در بیان و اینم راهکارهای ویژه خودشو داره. چون ویدیوهای ما در اینجا عدد 55 بوده، کد 11 رو میدیم. این 11 رو ما قبل از تصویرگیری داشتیم در زمینه تنظیمات قبل تصویر که بالا سیگنال 18 و پایین 11 بوده. یه عدد 11 بهش میدیم و ترکیب شکلیش به این صورت و با این شرایط اینجا آشکار میشه و وقتی این رو میزنیم اینا در اینجاست. حالا بعد ببینیم با چه طبقات همشکله و همشکل بودنش در نهایتش بر روی کد 2 و 1 بالا بعد از زدن 20 معین میشه. ما الان اینجا کد 15 رو میدیم. خب زمانی که شما کد 11 رو میدید، در تصویرگیریاتون اعداد پایین مد نظر نیست برای ارزیابی، اعداد بالا دست اون برای ارزیابی مد نظره، چون پایین دستی ها برای گرفتن تاییدیه از نوع هدفه. در جایی که ویدیویتون با این کد میخونه، حالا هر ویدیویی که دادید در سیگنال پایین با کد ویدیوی 15 رو میدیم، باز ترکیب شکلی که میبینید خیلی نزدیک به اون منبع مورد نظر کد ویدیوی 55 یا سیگنال 11 پایین. پس تا اینجا اشتراک در تصویر داشتیم، ولی ما حالت ابرویی و پیوستگی رو در اینجا داریم. عمدتاً این ابرویی ها که در اینجا به این شکل میان و یک منبع دیگه در زیر اونه، اونجا اون منبع مورد نظر وجود داره ولی بعد فیلتر یا آنالیز بشه. کد 11 پایین رو ما وقتی میدیم،
تصویری که برای ما آشکار میشه با ترکیبی از این چهره است، یعنی به این صورت میاد. بعد میایم کد 20 رو بهش میدیم. در 20 البته اینو بعد از حالت عادی از حالت F7ش خارج کنیم. در 20 ما یه لکه عمودی اینجا داریم و یه افقی در اینجا. این میتونه به یه هدف اصلی هست، ولی میتونه در عدد 15 هم همین باشه. حالا کد 2 رو میدیم. در 2 ما این لکه رو به این صورت با این نظم ویژه در اینجا داریم که اگه ما بخوایم این رو بهره برداری کنیم از F7 یا F8ش یا F6ش، این ترکیبات به وجود میاد و یک لکه رنگ در اینجاست و یک لکه رنگ در اینجاست. حالا این که این لکه رنگ ها چرا به این صورت آشکار شده یا به این صورت میاد، این حالا برمیگرده به اون ترشولدی نسبت به اندازه ابعادی که در اون وضعیت وجود داره، چون خودش هم یک لکه رنگ ترکیبیه که در اینجا پدید اومده. خب تا اینجا عدد 2 لکه رنگ ها مشخصه. یکم که بهش میدیم این لکه رنگ منظم در اینجاست و یه ادامه به سمت این داره، پس یه لکه هم اینجاست. این لکه رنگ ها رو میتونیم مورد ارزیابی قرار بدیم و خودشون دارای شرایط چند بعدی هستن در نوع لکه رنگش. دیگه در اینجا ما الان وضعیت صفر رو در نظر نمیگیریم، چون مسئله عمودی بودن در اینجا مطرح بوده و ترشولد ما عددش 45 بوده، ولی سیگنالمون قبل تصویرگیری روی 18 بوده. این ما با تفاوت اجازه نمیده شما دو صفر رو به خوبی بگیرید یا از روشون هدف رو تعیین کنید. خب حالا کد 15 میریم. ببینید اینا تصاویریه که گفتیم شما وقتی داری ارزیابی و اندازه گیری میکنی میتونه همشکلی درش وجود داشته باشه و این 15ش، و اگه F7 بزنی این ترکیب میاد. خب میریم تو حالت رنگ عادیش، البته با F5 یا F8 هم میتونید برید. 15 رو صفر میکنیم و میریم رو 20. خب تا اینجا ترکیب شکلیش از نظر ساختاری تو این قسمت به 15، به عدد ویدیو 11 یا سیگنال 11 پایین که ویدیو 55 نزدیک. کد 2 رو میدیم. ببینید در 2ش ترکیب شکلی عدد منظم اون ویدیو 55 رو توی سیگنال 11 نداریم و الان 1 رو بهش میدیم. در 1 به هیچ وجه اون نظم پدید اومده در اون و اون شکلی که ما در اون داشتیم نداریم. الان میتونیم این رو ببینیم. خب اینجا تا به این قسمت میشه گفت که اون هدف مورد نظر در جریان شکلی وجود داره تو کد 11، چون ما وقتی 11 رو میدیم زمانی که این رو به عقب برمیگردونیم و کد 20 رو میدیم بنابر ترشولد، این ترکیب اینجاست. ببینید این لکه رنگا تو 15 هم بود، یه ذره هم بزرگتر بود. دو رو که میدیم ببینید اینجا دو لکه در دل هم میاد و این ترکیب لکه هاست که تفاوت رو در اون طبقه مشخص میکنه. و گفتیم شما زمانی که تصاویرتون هم شکله از اعداد پایین نمیتونید از سیگنال ها استفاده کنید برای ارزیابی نوع تفکیک، بعد از اعداد بالا بهره ببرید. وقتی هم کد 1 شو میدیم ببینید این بسیار واضح و بسیار برآمده میاد، این تفاوتش با 15 در اینه، با اون که خیلی شرایطش در کد 11 و 15 یا 20 شبیه هم بوده. حالا ما چون اینجا هدفی که اون ابتدا داشتیم گفتیم این عمودیه، ما بعد ببینیم عمودیه کجا، البته دو قلوه که بیایم این عدد اینترپولیت رو بزنیم، ولی حالا اینجا تو تا اینجا اومدیم این تصویره رو یکش رو بهش میدیم. این شرایط در این تصویر به وجود میاد و ما اینجا رو دو صفر میکنیم. ببینیم چی به دست میاد. اون چیزی که در ساختار به دست اومده اینه. پس این میگه که این عدد ویدیایه درسته، ولی مکانیزم اون اینترپولیتی که ما به کار بردیم درست نبوده. حالا میتونیم بیایم مکانیزم عددی 11 رو دوباره بدیم. خب در اینجا ببینیم این اینترپولیت دوتا تصویر رو داره، این عمودی افقی اینه. پس میایم این اینترپولیت رو اینجا میدیم. وقتی اینجا میدیم این پس زمینه برمیگرده میره جداسازیش روی همون تصویری که ما اونجا در اعداد بالا دست داشتیم و بعد اومدیم رو 2 و 1 زدیم. حالا 20 رو بهش میدیم، اون اینترپولیت به خاطر عمودی بودن اون تصویر داده شد. حالا 2 رو میدیم. ببینید ما در اینجا دو لکه رنگ پشت به هم داریم. تا همینجا وضعیت هدف مورد نظر از نظر ساختاری مشخصه، دیگه اصلا نیازی به ادامه تصویر برای مشخص کردن اون نیست، چون وقتی آینتی سایز رو میزنید اینا پشت به هم در یک دامنه همشکل هستن و یه میله‌ای هم اینجاست. خب این مسیر راه جریان جای دست خورده است.
اینا رو برای این آشنایی رو میدیم که بتونید شما در نوع تصویرهایی که تغییراتی در مکانیزمش هست اونا رو تشخیص بدیم و حتی با یکش هم این جریان پیش میاد و این مسیری که اینجا کنده شده بوده یا خالی بوده یا پر شده یا دست خورده بوده تو ترکیب اصلیش یه تفاوتی در این میان داره که اگه ببینید این تفاوته در اینجا قابل درکه، چون رنگش وقتی رو آینتی سایز میریم متفاوت. پس همه اینا رو اپراتور باید تشخیص بده، حتی این دولکه رنگ که پشت به هم هستن. تا اینجا میتونید اینا رو مورد بررسی قرار بدید و شکل اهداف و نوع اهداف و حتی این میله ای رو. خب ما چون اونجا آینتی رو زده بودیم، الان وقتی اینجا میایم دوباره دو صفرش میکنیم، حالا این دولکه و این لکه رو میتونیم اینجا ببینید. اینا لکه رنگ هایی هستن که از نظر ساختاری دوقلو هستن. به این میگن نوع ترکیب لکه رنگ در شناسایی یک هدف نسبت به اون تجربه یا اون اطلاعاتی که طراح داده و اون اپراتور بعد ازش بهره ببره. این جداسازی اهداف در ترکیب همشکل هاست و همشکل ها رو اپراتور میتونه به این صورت از هم جدا کنه و الان این دو لکه شبیه هم هستن، ساختار همدیگر رو دارن و حتی در این وضعیت هم با هم هستن و این هم تایید کننده یک منبعیه که این هدف در اون منبع قرار داشته و این ترکیب براش به وجود اومده. اینجاست که میشه دو قلوها، تک قلوها، جفت قلوها و اون شرایط ویژه‌ای که بعد تصویر اپراتور تشخیص بده برای فیلتر آنالیز پدید میاد و اینا رو عمل طراح سازنده و کسی که نرم افزار و سیستم رو ساخته قرار داده در دستورالعمل ها که قابلیت استفاده داشته باشه. خب حالا همین روش رو برای 15 با سیگنال پایین که تصاویر شبیه همه پیاده میکنیم، به خاطر عمودی بودن یا نوع تشخیص عمودی بودن. ما 15 پایین رو میدیم، این ترکیب میاد اونجا، اینترپولیت 1 رو داده بودیم و اینجا هم 1 رو میدیم. این جداسازی ها جهت اینه که تفاوت نوع تنظیمات رو اپراتور تشخیص بده. کد 20 رو میدیم. خب تا اینجا ما یه مشترکی در این داریم، ولی اون که در 11 بود قوی تر، بهتر و عالی تر بود. کد 2 رو میدیم. ما دو لکه رنگ منظم در اینجا نداریم. حتی وقتی کد 5 رو میدیم، این شرایط بازم یه حدودی میتونه نظمی داشته باشه مانند همون 11. پس تا اینجا رو داریم، ولی اونجا دو لکه رنگ پشت به هم داشتیم. این ترکیب رو در اینجا نداریم. ببینید اگه بریم تو رنگ عادیش، ما این ترکیب رو در اینجا نداریم، یه تک لکه داریم. تک لکه میتونه بگه این منبع در اینجا وجود داره، یه منبعی هست، پشت به هم نیست، این دو تام زیاد شبیه هم نیستن و اینجا یک مثلث و یه تغییراتی وجود داره که ربطی الان به این کدا نداره، ولی اینا تفسیر زمین ها تغییرات. خب ما همه این کارا رو 11 هم کردیم دیگه. انتهای 11 دو لکه منظم داشتیم که اینجا چنین چیزی رو ما نداریم. پس تفاوت ارزیابی ها برای همشک ها از اون عدد ویدیویی که انتخاب کردید توی 55 و سیگنال پایین رو دادید میتونه هم شکل بالا دستای خودش باشه، ولی با سیگنال های بالا میشه اینو جداسازی کرد و وجود اون هدف رو در اون طبقه تشخیص داد و از طبقات پایین تر شما فقط برای تاییدیه وجود یک هدف میتونید بهره ببرید، مانند اینجا که دو لکه رنگ تو 5 عین هم اومده. از این میتونید استفاده کنید و میتونه کد 7 هم حتی شبیه کد 11 بیاد، میتونه مثل 15 بیاد. 7 اگه اینجا شبیه 11 بیاد ایرادی برش نیست، چون اینا قانون 7 در جاهایی که 11 دو قلو میده برای ترکیب تشخیص هدف اصلی با 4 بالا، که الان ببینید ما اینجا یک ترکیب ازش داریم که این ترکیب یک جریان شکلی رو برای ما مشخص کرده در اینجا و اگه ما این رو پررنگ بکنیم این در اینجا پررنگه و وقتی با یه همچین چیز منظمی برخورد کنید خب میتونید بیاید کدای یه مقداری پایین تر مثل دورم بدید، ببینید آیا شما دو لکه رو دارید. این دو لکه رو همون جایی الان داریم که ما در عدد 11 هم داشتیم، تو 15 هم داشتیم، ولی این تاییدیه 11 است. این ساختار تاییدیه 11 است و میتونه ما رو راهنمایی کنه برای وجود هدف در اونجا و ادامه این برای این ترکیب نیازی برای نیست، چون ما اینجا اینترپولیت رو نداده بودیم، ولی همین الان وقتی این کار رو انجام میدیم باز دو لکه در این قسمت بالا با نظم ویژه خودشون شکل میگیره وقتی رو آینتی 5 میدیم. اینا جهت داشتن آشنایی با ترکیب اهداف در موقعیت ها، چون ما اون لکه ها رو با اینترپولیت گرفته بودیم، الان یه اینترپولیت بزنیم یه مثلث به عنوان تاییدیه به ما اینجا میدیم.